هزار و یک شب. چون شب 607 برآمد، گفت ای ملک جوانبخت، بازرگان مال به فرزندان خود بخش کرده بخشی خود برداشت. چندگاهی نرفت که بازرگان درگذشت. فرزندان به قسمت پدر راضی نشدند. به جوزر آویخته مال از او همی خواستند و همی گفتند که مال پدر در نزد توست. او را پیش حکام بردند. کسانی که هنگام قسمت حاضر بودند به گواهی برآمدند. جوزر بسی مال خسارت برد و برادرانش به سبب منازعه بسیار زیان کردند تا حاکم ایشان را از یکدیگر باز داشت. چون زمانی بگذشت باز منازعت از سر گرفتند و زیانها کردند و پیوسته آن دو برادر در آزار جوزر در می کوشیدند و او را از حاکمی به حاکمی دیگر همی بردند تا همه مال خیشتن به حاکمان دادند و هر سه محتاج شدند. آنگاه برادران جوزر نزد مادر آمده به روی او بخندیدند و مال او را گرفته او را براندند. مادر نزد جوزر آمده او را از کردار برادران آگاه کرد و گفت مرا بزدند و براندند و مال مرا بگرفتند. این سخنان می گفت و می گریست و بر ایشان نفرین همی کرد. جوزر گفت ای مادر، نفرین مکن که خدای تعالی پاداش کردار ایشان بخواهد داد. چنانچه شاعر گفته تو راستی بکن و کار با خدای انداز، که مکر هم به خداوند مکر گردد باز. پس از آن به مادر گفت تو در نزد من بنشین، قرص نانی که پدید آورم با تو بخورم. تو نیز مرا دعای خیر کن که خدای تعالی به من و تو روزی فراخ گرداند. آنگاه مادر از سخنان او خوشنود گشته در نزد او بنشست و جوزر دامی پدید آورده به سوی دریا و برکه ها می رفت و همه روز 10 درم یا 20 درم و یا 30 درم ماهی گرفته فروخته صرف مادر می کرد و همواره خوشوقت بودند. ولی برادران او صنعتی و بیع و شرایی نداشتند و چیزی که از مادر گرفته بودند تلف کردند. به سان دریوزگان شدند و با تن عریان در به در همی گشتند. گاهی نزد مادر آمده او را فروتنی می کردند و شکایت از گرسنگی می نمودند. مادر را دل بر ایشان می سوخت و اگر طعامی از شب مانده بود به ایشان می داد و می گفت به سرعت بخورید و پیش از آن که برادر شما بیاید بروید، که او بودن شما را در اینجا هموار نمی تواند کرد و با من نامهربان خواهد شد. پس ایشان به زودی طعام خورده بیرون می رفتند. روزی از روزها برادران جوزر نزد مادر آمدند. مادر طعام از بهر ایشان بیاورد و همی خوردند که برادر ایشان جوزر آمد. مادر به شرمندر شد و ترسید که جوزر بر او خشم گیرد. سر به زیر افکنده از پسر خجلت همی برد، ولی جوزر به روی ایشان بخندید و بر ایشان تحیت گفت و از آمدن ایشان منت پذیر گشته گفت عجب روز مبارکی است، چگونه شد که امروز مرا بنواختی؟
آنگاه ایشان را در آغوش گرفته مهربانی کرد و گفت: گمان من این نبود که از من دوری کنید و مهر از من بردارید و من و مادر را ننوازید. گفتند: ای برادر، به خدا سوگند که ما بسی به تو مشتاق بودیم، ولیکن از آنچه در میان ما و تو گذشته شرم داشتیم و اکنون پشیمانیم و هرچه رفت از شیطان بود که ما را جز تو و مادر کسی نیست. چون قصه به دینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. قصه گو شهرزاد فتوحی. تنظیم مجتبی میرسمیعی.